دیگه که ملاحظه میکنید یکی از ذخایر پرعیار اورانیومه. جوانان پای کار ما ذخایری عظیم از اورانیوم عیار بالا را کشف کردند، عیاری که شاید یک دنیا به داشتن آن حسرت می‌کند. ما این حفاری رو انجام میدیم تا ذخیره دقیق و شکل اون ماده معدنی رو مشخص کنیم و بر اون اساس بیایم طراحی کنیم برای استخراج ماده معدنی. این نمونه همزمان با حفاری وارد تیوب‌هایی میشه که پشت سرمته قرار گرفتن. با استفاده از کابل‌های مخصوص این تیوب‌ها رو از داخل لوله‌ها خارج می‌کنن و نمونه‌هاش رو تخلیه می‌کنن روی این ناودونی که شما ملاحظه می‌کنید. این رگه‌ها در واقع همون رگه‌هایی هستن که کانی‌های اورانیوم دار رو با خودشون از اعماق زمین داخل سنگ‌ها آوردن. مقدار پرتوزایی و اورانیوم داخل این سنگ‌ها رو اندازه‌گیری می‌کنیم. هر چی شدت کانی‌سازی بیشتر باشه، شدت اون آژیری که از این دستگاه برمیاد هم بیشتر خواهد بود. اورانیومی که توی این منطقه هست عیار خیلی بالایی داره که ما به خاطر مسائل امنیتی نمیتونیم مقدار عیار رو اعلام کنیم. خورده سنگ‌ها هم چون احتمال داره که کانی‌سازی اورانیوم به همراه داشته باشه، باید داخل جعبه ریخته بشه. هیچ چیزی نباید جا بمونه. اگه بخوان اشتباه بچینن، ما عمق دقیقی که ماده معدنی درش قرار داره رو گم میکنیم. روی جعبه شماره گمانه و عمقش یادداشت میشه. بعد از اینکه حفاری هر گمانه به اتمام میرسه، گروه ژئوفیزیک در منطقه حاضر میشه و با استفاده از یه سوندای مخصوصی میزان پرتوزایی رو در داخل گمانه از صد تا انتها به طور دقیق هر 5 سانت اندازه‌گیری می‌کنن تا عمق دقیق و ضخامت دقیق اون رگه‌ای که ماده معدنی رو داره برای ما مشخص بشه. بعد اینجا همین میشه معدن اورانیوم. این محدوده که شما ملاحظه می‌کنید که محدوده وسیعی هم هست، انشالله در آینده نزدیک شما میتونید به عنوان یک معدن اورانیوم اینجا رو ببینید. بیش از 33,000 تن اورانیوم در دل کبیر کم نیست. این تنها کشف یک سال گذشته ماست. ما با تمام توان در دل کبیر میکوشیم با امید داشتن ایرانی طرف را کار میکنیم. خاطر آقا تحمل سختی ها برای آبادانی کشور از دل خودکفا بشیم. خیالی نیست، میرسیم، مطمئن باشیم. دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان. ایران من، اگر چه سخت است اما گامهایت قله ها را نشانه گرفته. گامهایت را میبوسم. تو میتوانی.